به نام خداوند بخشنده و مهربان، خوش آمدین دانش آموزای عزیز به یکی دیگه از جلسه های درسی ما که این دومین جلسه درسی ما هست که مربوط کتاب زبان و ادبیات دری صنف 12 میشه و ما با سر امین این رو به شما تدریس میکنم به شکل کنکوری و به شکل بسیار ساده و آسان. انشالله که با شنیدن و خواندن این درس ها مطالبی را بیاموزیم. دومین درس ما و دومین جلسه ما تحت عنوان نعت هست و مباحثی که در این درس با هم دیگه مطالعه میکنیم تعریف نعت هست، لغات، متن درس هست که شعری است از سعدی شیرازی که در وصف حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سروده که سعدی شیرازی از شاعران پرآوازه و جهانی زبان و ادبیات فارسی دری هست و به زندگی نامه این شاعر بزرگ میپردازیم و در بخش املا و نگارش و درست نویسی می خوانیم که چگونه درست بنویسیم و در بخش خودآزمایی بعد از مطالعه و خواندن مباحث قبلی خود را می آزماییم و آزمایش می کنیم که چقدر و تا چه اندازه درس را آموختیم و توسط سوالهایش خود را آزمایش می کنیم و می بینیم و در بحث آخر هم سوالات کنکوری را آوردیم، سوالایی که به شکل نمونه هست و شما با دیدن از این سوالا پی میبرین که از این درس و از مضمون ادبیات دری صنف 12 چگونه سوال میآید و به چشم شما آشنا می باشد. لغات این درس را در بحث دوم قرار دادیم به خاطر که شعری را قرار است بخوانیم دارای لغات عربی است و تا وقتی که لغاتش را نیاموزیم اما فهمیدن خود شعر کمی مشکل می باشد و پس به مو خاطر باید در نخست ما امو لغاتش را بیاموزیم. می پردازیم به مبحث ما، اولین مبحث ما از این جلسه درسی ما که تعریف نعت هست، یعنی در نخست باید بدانیم که خود نعت چی است. در زبان و ادبیات فارسی دری وقتی که میخواییم که جایگاه و مقام خداوند متعال را نشان بدیم پس سروده ها و یا متن هایی داریم چی به نظم چی به نثر که تحت عنوان حمدیات میشه و وقتی که میخواییم که مقام و منزلت پیامبر بزرگوار ما را نشان بدیم متن ها و امو نظم و نثر موجود است که تحت عنوان نعت هست. پس نعت میگیم که ثنا و صفت پیامبر خداوند می باشه، یعنی ثنا و صفت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و امو ویژگی ها و شخصیت حضرت محمد مصطفی در امی نعت بیان میشه، جایگاهش و عظمتش و ای که پیامبر و فرستاده خداوند به مردم هست ذکر میشه در نعت شریف و پیامبر و پیامبری هست که با رسالت خود تمام ادیان را منسوخ کرد و آخرین پیامبری هست که دین اسلام را تکمیل کرد و بعد از او هیچ پیامبری دیگه نازل نمیشه و پیامبر خداوند یا ناجی دنیا حضرت محمد مصطفی که شفاعت کننده تمام امتهایش است برش نعت سروده میشه و نعت های بسیار زیاد زیبایی در زبان ادبیات فارسی در وصف حضرت محمد مصطفی سروده شده. در بخش لغات در این قسمت لغات آمده از متن خود شعر ما یا از متن خود نعتی که قرار است بخوانیم. این لغات را پیشتر از نعت به شما آوردم به خاطر که در نعت ما
لغات عربی هست و فهمیدنش شاید کمی دشوار باشه و به او خاطر پیشتر از نت باید لغاتش را بیاموزیم تا که امو خوندن و آموختن و فهمیدن درست متن نت ما یا امو سروده سعدی شیرازی در وصف حضرت محمد مصطفی به ما آسان تر شود. لغات ما هست کریم، بخشنده، سجایا، خلق و خوی، جمیل، نیکو، زیبا، شیان، خلق و خوی، عادت، برایا، بریه، خلق، مخلوقات، عزم، اراده، سید، آوازه، تزلزل، لرزه، تیه، بیابان، ورا، مردم، تبجیل، احترام کردن، سبیل، راه، محبت، فرود آورنده، افوا، دهنها. این هم لغاتی هست که باید به حافظه سپرده شود تا که فهم و درک شعر ما به ما آسانتر شود و ما را کمک میکنه که درستتر و آسانتر شعر را بیاموزیم. و حال هم رسیدیم به مهمترین مبحث این جلسه درسی ما که متن خود نعتی هست که در وصف حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سعدی شیرازی که از شاعران بزرگ زبان و ادبیات فارسی دری هست سروده و این نعت زیبا را می خوانم. در نخست به شما می خوانم و بعدا به تفسیر و تشریح هر بیتش می پردازیم، به خاطری که این نعت بسیار جاهای باریک و قابل تفسیر داره. نعت کریم السجایا یا جمیل الشیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام الرسول، پیشوای سبیل، امین خدا، محبت جبرائیل، یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتبخانه چند ملت بشست، چو از مش براهیخت شمشیر بین، به معجز میان قمر زد دونین، چو سیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد، شب برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک برگذشت، چنان گرم در تیه قربت بران، که در سدره جبرائیل از او باز ماند، بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خرام، بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، اگر یک سر مو فراتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم، چه نعت پسندیده گویم تو را، علیک السلام ای نبی الورا، خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد، زمین بوس قدر تو جبرائیل کرد، چه وصفت کند سعدی ناتمام، علیک السلام ای نبی السلام. و حال هم می پردازیم به تفسیر هر بیت این نعت ما که در وصف پیامبر بزرگ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سروده شده. کریم السجایا یا جمیل الشیم، کریم السجایا، کریم بخشنده و امی صفت بخشندگی را به حضرت محمد اینجا اطلاق کرده. کریم السجایا یعنی شخصی که دارای بهترین و بخشنده ترین خصلت و خوی هست، یا جمیل الشیم و دارای مقبول ترین و زیباترین خوی و عادت هست.
نبی البرایا شفیع الامم. نبی البرایا یعنی پیامبر، فرستاده شده یا نبیه که به تمام مخلوقات نازل شده و مبعوث شده. چرا نبی البرایا به حضرت محمد مصطفی اطلاق میشه؟ به خاطر که پیامبرای گذشته از بین قومش به خود قومش فرستاده میشد. اما حضرت محمد مصطفی وقتی که به پیامبری مبعوث شد، به تمام مخلوقات، چی به کفار و چی به مسلمانان، به حیث پیامبر نازل شده و به حیث پیامبر آخر زم و آخرین پیامبر مبعوث شده. پیامبر تمام مخلوقاتی است که خداوند او را خلق کرده و آخرین پیامبری است که بعد از او هیچ پیامبر دیگه نازل نمیشه. شفیع الامم یعنی حضرت محمد شفاعت کننده است به تمام امت خود. چرا؟ بعد چی زمان؟ در روز قیامت هر کسی که از جمله امت حضرت محمد مصطفی باشه، حضرت محمد در روز قیامت به او شفاعت میکنه و به او خاطر به پیامبر بزرگوار میگن که شفیع الامم. امام الرسول، پیشوای سبیل، امین خدای، محبت جبرائیل. در اینجا چهار ویژگی حضرت محمد مصطفی را بیان میکنه. امام الرسول یعنی امام و پیشوای تمام پیامبرا هست. همه پیامبرایی که پیش از حضرت محمد نازل شدن، از حضرت آدم گرفته تا آخرین پیامبر که بعدش حضرت محمد مبعوث میشه، پیشوا و رهبر تمام امی پیامبرا میباشه و پیشوای سبیل و راه است، یعنی رهنماگر و رهنمای راه است. امین خدای، محبت جبرائیل. امین خدا یعنی این صفتی هست که حضرت محمد پیش از مبعوث شدنش به پیامبری به صفت امین در بین قبیله خود شهرت داشت و به این خاطر ای را خود میگه که امین خدا، یعنی خداوند در قرآن کریم خود ذکر کرده و از امین بودن حضرت محمد در قرآن کریم خود یاد کرده. محبت جبرائیل یعنی حضرت محمد شخصیتی بود و پیامبری بود که جبرائیل امین از یکی از فرشته های مقرب خداوند و یکی از فرشته های بسیار عزیز و قدر از آسمان به خاطر حضرت محمد به زمین پایین میشه. یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتبخانه چند ملت بشد. یعنی یتیمی که ناخوانده بود، حضرت محمد سواد نداشت اما سوادش بیشتر از تمام عالم بود. یتیمی که یعنی قرآن را خودش درست نکرده و او از جمله کسایی بود که پیامبری که هنوز وحی به او تمام نشده بود، با رسالت خود همه ادیان را منسوخ کرد و تمام کتب‌های از او را نسخ شده خطاب کرد و کتابی که به خودش نازل شد، قرآن کریم را جایگزین همه کتاب‌ها کرد. کتاب‌های زبور و تورات و انجیل که کتاب‌های آسمانی بودند، تمام ایا با نازل شدن قرآن به حضرت محمد مصطفی نسخ میشه. چو ازمش براهیخت شمشیر بیم، به معجز میان قمر زد دونیم. در اینجا اشاره میشه به معجزه که کفار یا امو قبیلش از حضرت محمد درخواست کرده بودند و حضرت محمد هم خداوند توسط معجزه این درخواست از او را قبول کرد، به خاطر که تصمیم مشرکان به این قرار گرفت که باید یک معجزه را به او یا نشان بده تا که به حضرت محمد ایمان بیارن. و در این وقت بود که خداوند اینجا در قرآن کریم هم در سوره قمر آیه 1 میگه که اقترب الساعت و انشق القمر. این آیه هست که امی بیگ برش اشاره میکنه، یعنی وقتی که خداوند با امو معجزه که به پیامبر نازل کرد، قمر یا امین مهتاب از بین دونیم شد تا
تاکه امی کفار و یا قبیلهش به او ایمان بیارن. این از جمله معجزه های مشهور حضرت محمد مصطفی می باشن. چو سیدش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایمان کسرا فتاد. سید به معنای آوازه، افواه هم به معنای دهنها. میگه وقتی که آوازه به دنیا آمدن حضرت محمد مصطفی در دنیا پیچید، وقتی که آوازش در دنیا پخش شد و یا هم در دنیا افتاد، تزلزل در ایوان کسرا افتاد. ایوان کسرا کی است؟ ایوان کسرا یا ایوان مدائن کاخ بزرگ ساسانیان در تیسفون بود که بخشی از این هنوز هم باقی مانده. وقتی که پیامبر به دنیا می آمد، بعضی از حوادث واقع شد که یکی از امی حوادث زلزله و هم امو تزلزل ایوان کسرا یا امو قصر ساسانیان بود که وقتی به دنیا آمدن حضرت محمد در اون قسمت زلزله شدیدی واقع شده بود و بعد از او امو در قدرت ساسانیان خلل وارد میشه. چنان گرم در تیه قربت بران که در صدره جبرئیل از او باز ماند. میگه ای قدر به شور و شوق و ای قدر به خواست زیبا در صحرا و بیابان ای عجله داشت به خاطر دیدار و ملاقات و رسیدن به خداوند متعال که وقتی که یا به صدره رسیدن، حضرت جبرئیل را ای پیش کرد و حضرت جبرئیل از او باز ماند. و یا هم به قسمت گفته میتونیم چرا که حضرت جبرئیل از صدره به بالا حق رفتن را نداشت، از او خاطر ای دو قسمت ماند و حضرت محمد چون جایگاه بلندتری داره از صدره پیش رفت، اما حضرت جبرئیل در صدره باقی ماند و با حضرت محمد همراهی نکرد. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام. سالار بیت الحرام اشاره هست به حضرت محمد مصطفی و حامل وحی هم اشاره هست به جبرائیل امین که همیشه وحی را به حضرت محمد میرسند. حضرت محمد مصطفی یا سالار بیت الحرام به حامل وحی که جبرائیل امین هست میگه که ای حامل وحی، ای فرشته مقرب خداوند برتر خرام، یعنی زیباتر یا همو بیشتر خرام تا که تو به ما برسی یا همراه ما همراهی کنی. بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. حضرت جبرئیل امین به حضرت محمد میگه که ما فراد بیشتر از این، ما مجال و توان و قدرت ندارم و ما نمیتونم دیگه توانایی و قدرتش را ما ندارم. ما در اینجا میمانم به خاطر که هیچ نیرو و قدرت و توانایی ما در بالم حس نمیکنم. یعنی اینجا ما باقی میمانم و ما همراه تو اجازه بالا رفتن را ندارم. اگر یک سر مو فراتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. میگه اگر با باریکی یک مو از جایم بالاتر برم و یا هم از یک نازکی یک تارموی کدم بالاتر بپرم، اما فروغ و روشنی که از نور و تجلی خداوند متعال هست، اما روشنی و عظمت و جلال خداوند تمام پرهای مرا می سوزانم. چه نعتی پسندیده گویم تو را، علیک السلام ای نبی الورا. در اینجا سعدی شیرازی ضعف کلام خود را بیان می کنم. می گه که من دیگه چه قسم با تو، یعنی امی سنا و صفت تو را پسندیده و سنا و صفت تو را به شکل زیبا بگویم. من نمی فهمم که دیگه چه رقم نعت تو را بیان کنم. علیک السلام، یعنی با تو سلام و سلامتی و درود باد ای نبی الورا. نبی الورا یعنی پیامبر مردم یا کسی یا شخصی به رهنمایی مردم مبعوث شده باشه. یعنی من هیچ دیگه زبانی ندارم که من نعت تو را بگویم.
سلام و سلامتی باد بر تو ای نبی مردم، ای شخصی که به خاطر رسالت مردم فرستاده شده بودی. خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد، زمین بوس قدر تو جبرائیل کرد. میگه تو پیامبری هستی که خداوند متعال ثنا و صفت و احترام تو را کرده، یعنی اینقدر جایگاه تو بلند است که خداوند خودش ثنا و صفت و احترام تو را کرده و زمین بوس قدم های تو، زمین بوس اما قدر و عزت تو را حضرت جبرائیل را کرده، یعنی از جمله ملائک بسیار مقرب خود را زمین بوس تو کرده. من دیگه چی نعتی و ثنا و صفتی را از تو بیان کنم؟ چی وصفت کند سعدی ناتمام؟ علیک الصلاه ای نبی السلام. میگه هیچ وصف دیگه در ما باقی نمانده. یعنی سعدی اینجا نام خود را هم ذکر کرده، گفته که چی وصف دیگه تو را ما بکنم که هر قدر ما وصف تو را کنم باز هم در حق تو ناتمام هست و به تو نمیرسه، به عظمت و جا و جلال تو نمیرسه. علیک الصلاه ای نبی السلام، همیشه به تو صلوات و درود و یاد ما باشه ای پیامبر سلام، ای پیامبر بر تو سلام و سلامتی و درود ما باد. این هم بود نعتی که در وصف پیامبر بزرگ ما سروده شده بود و ما هم کوشش کردم تا که تمام ابیاتش را به شما به شکل درست تفسیر و ترجمه کنم. حال می رسیم در بخش زندگی نامه سعدی شیرازی، شاعر بزرگ زبان ادبیات فارسی. می خوانیم و می آموزیم که سعدی شیرازی کی بود، چگونه زندگی کرد، کدام آثارش است. با این همراهش ما آشنا می شیم. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله سعدی شیرازی، شاعر بزرگ و نویسنده گرانقدر، در سده های هفتم هجری قمری در شیراز به دنیا آمد. خانوادهش از عالمای دینی بودند و در جوانی به بغداد رفت و در مدرسه نظامیه و مدرسه های دیگر درس خواند و به تکمیل علوم خود پرداخت. سعدی در سفرهای بسیار زیادی کرده، از جمله به عراق و شام و حجاز مسافرت داشته. در اواسط سده هفتم بود، در زمان سلطان اتابک ابوبکر ابن سعد ابن زنگی، دوباره سعدی شیرازی به شیراز باز می‌گردد و در سال 655 هجری قمری کتاب معروف خود را بوستان سعدی یا سعدی نامه را به نظم ایرا نوشته میکنه و یک اثر معروف دیگه خود را به نام گلستان در بهار 656 هجری قمری تصنیف میکنه. گلستان سعدی شیرازی شامل 8 باب میشه که به ترتیب در سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و در آداب صحبت، ای باب هایی است که در کتاب گلستان سعدی شامل میشه. وفات سعدی بین سالهای 691 و 694 هجری قمری در شیراز اتفاق میفته و در شیراز به خاک سپرده میشه. این هم بود زندگی نامه و معرفی سعدی شیرازی، شاعر گرانقدر زبان ادبیات فارسی. رسیدیم به یکی دیگه از مبحث های ما که درست بنویسیم هست یا امو طریقه و طرز نوشتن درست صحیح املا و انشای ما، یعنی درست بنویسیم. در این بخش موضوعاتی که آمده یاره می خوانیم تا که از امی قواعدش پیروی کنیم و نوشتار خود را درست و کامل بسازیم. در بخش درست نویسه می خوانیم که هرگاه حرف آخر واژه ما الف باشه، در پیوندش با پسوند های پسوند جمع آن،
پسوند تنکیری یا و پسوند صفت نسبتی یا وقتی که این قرار میگیره یک یا دیگه هم علاوه میشه در قسمت، یعنی ای یا همیشه با واژه های خود به شکل متصل یا پیوسته می باشد. گفتیم که هرگاه حرف آخری واژه الف باشه و در پیوند با پسوند های زیرین باشه، باز هم در بین واژه ها و پیوند از یا یک یا علاوه میشه. مثلا پسوند جمع آن، نانوایان، گدایان، بینایان. وقتی که پسوند تنکیر ما یا باشه، آشنا جمع دو یا میشه، میشه آشنایی، پارسایی، دلربایی. وقتی که پسوند نسبتی ما یا باشه، دریا جمع دو دانه یای دیگه میشه، دریایی، کاپیسایی. هرگاه که حرف آخر واژه ما الف باشه، وقتی که همراه با پیوند تسخیر کاف واژه و پسوند یک گاف علاوه میشه، همیشه با واژه بعد خود به شکل پیوسته نوشته میشه. با واژه بعد خود، یعنی وقتی که تسخیر کاف، تسخیر به معنای کوچک، یعنی وقتی که ای در واژه اضافه میشه، واژه را به حیث یک واژه که کوچک بیان کنیم به او قسم بیان میکنه. مثلا میگیم که زیبا، اما وقتی که ای هم در پیوند تسخیر کاف واقع شه و میشه زیباگک. و همی قسم وقتی جولا در پیوند تسخیر کاف قرار بگیره میشه جولاگک. و همی قسم گیراگک، داناگک، بیناگک. این مثال های است که وقتی که حرف آخر ما واژه الف باشه، وقتی که با تاثیر گاف واقع میشه، همراه با کلمه بعدی خود همیشه پیوسته نوشته میشه. بخش خود آزمایی بخشی است که ما خود را آزمایش میکنیم که چقدر از مباحثی که با همدیگه مطالعه کردیم، آموختیم و به حافظه سپردیم. خودآزمایی در این بخش خودآزمایی سوالات مطرح شده که سعدی در کدام نوع از سخن ید طولا دارد. در زندگی نامه سعدی شیرازی خواندیم که سعدی شیرازی از جمله شاعران بزرگ و نویسندگان مطرح زبان فارسی دری هست که در قصده هفتم به دنیا می آید. سعدی از جمله شاعرای بسیار بزرگ زبان فارسی هست و در شعر سرودن ید طولا داره و همچنان در نوشتن و نوشتار. در مورد نعت پیامبر خداوند متعال هم میگیم که نعت ثنا و صفت خداوند، ثنا و صفت پیامبر خداوند یکتا هست و نعت در نعت ویژگی ها و سجایا و احترام و تمام نیکی های حضرت محمد مصطفی چی در قالب نظم و چی در قالب نثر بیان میشه. آثار سعدی شیرازی هم که گلستان و بوستان هست و با وجود از یا آثار دیگری هم داره که شامل غزلهایش، ترجیبندها، نوشته هایش، مقالاتش هست که این تمامش در یک دیوانش یا کلیاتش شامل کلیاتش میشه. و بیت پنجم هم که در مورد به دنیا آمدن حضرت محمد و حوادثی که در او زمان با به دنیا آمدنش رخ داد بحث میکنه، یعنی وقتی که حضرت محمد مصطفی به دنیا میآید، حوادثی رخ میده و یکی از حوادثش همی است که ایوان کسرا یا امو قصر ساسانیان که در تیزخون موجود است و تا حال هم آثارش باقی مانده، در اونجا زلزله واقع میشه و این از جمله معجزه ها و یا آثار و نشانه های به دنیا آمدن حضرت محمد مصطفی هست که
با تزلزل یا امو زلزله واقع شدن در ایمان کس را حکومت از یا هم در حکومتشان خلل وارد میشه و حکومتشان ضعیف میشه و این یکی از حوادثی است که در او زمان رخ داده بود. رسیدیم به یکی دیگه از مبحث های ما که سوالات کنکور هست. سوالاتی هست که مربوط انی درس ما یعنی جلسه دوم درسی ما میشه، از درس نت میشه که اینجا به شما آوردیم تا آشنایی داشته باشین و بفهمین که از این درس ما چه قسم سوالا در کنکور به شما میاید و شما آمادگیش داشته باشین و همراهش آشنا باشین. یکی از سوال هایش هست که کریم السجایا، جمیل الشیم، نبی البرایا و شفیع الامم سروده کدام یکی از شاعران می باشد؟ گزینه هایی که به ما داده شده: یک، جلال الدین محمد بلخی، دو، حافظ، سه، سعدی شیرازی، چهارم هم مولانای جامی هست. در نتی که با همدیگه مطالعه کردیم، فهمیدیم و خواندیم که ای بیت سروده از یکی نعت سعدی شیرازی هست. پس گزینه سوم که به رنگ متفاوت من اینجا نشان دادیم، یعنی سعدی شیرازی، گزینه سوم درست است. سوال بعدی ما: بوستان یا سعدی نامه در کدام سال نگاشته شد؟ گزینه های ما هست 655 هجری قمری، 665 هجری قمری، 688 هجری قمری، 656 هجری قمری. در بیوگرافی یا زندگی نامه سعدی شیرازی ما این مطلب را خواندیم و آموختیم و دانستیم که بوستان نامه یا سعدی نامه سعدی شیرازی در سال 655 نگاشته شد. سوال بعدی که در این قسمت ذکر شده قسمی است میگه گلستان اثر کدام یک از شاعران زیل هست؟ گزینه هایی که در این قسمت به ما داده شده: یک، فردوسی، دو، منوچهری، سه، سعدی، چهار هم مولانا. گزینه سوم سعدی شیرازی درست است. گلستان اثر سعدی شیرازی هست که بعدها بسیاری ها از این اثر زیبای سعدی شیرازی الهام گرفتن و اثر نوشته کردن. سوال بعدی ما هست: گلستان سعدی حاوی چند باب هست؟ گزینه هایی که در این بخش به ما داده شده: گزینه نخست گلستان سعدی حاوی 9 باب است، گزینه دوم گلستان سعدی حاوی 7 باب است، گزینه سوم گلستان سعدی حاوی 6 باب است، گلستان سعدی حاوی 8 باب است. نظر به مطالعه و تدریسی که ما انجام دادیم می فهمیم که گلستان سعدی حاوی 8 باب است، پس گزینه چهارم ما درست است. سوال دیگه که در این قسمت مطرح شده در بخش سوالات کنکور: نعت به کدام یکی از معناهای زیر هست؟ گزینه هایی که به ما داده شده: ثنا و صفت خداوند متعال، ثنا و صفت ملائک، سومش ثنا و صفت پیامبر خدا، چهارمش هم ثنا و صفت پیامبران. نظر به تعریفی که از نعت خوندیم، همه ما می دانیم که نعت به معنای ثنا و صفت پیامبر خدا هست، پس گزینه سوم ما درست است. سوال دیگری که در قسمت مطرح شده: حامل وحی کدام یک از ملائک می باشد؟
گزینه هایی که در این قسمت به ما داده شده، گزینه نخست هست میکائیل علیه السلام، گزینه دوم هست جبرائیل علیه السلام، گزینه سوم هست اسرافیل علیه السلام، گزینه چهارم هست عزرائیل علیه السلام. در بخش وحی خواندیم که حامل وحی به حضرت جبرائیل علیه السلام اطلاق می شد و یا هم وظیفه حضرت جبرائیل علیه السلام حمل کردن وحی به پیامبران هست. پس گزینه دوم ما جبرائیل علیه السلام درست است. با این بخش و با این مبحث جلسه دوم درسی ما به پایان میرسه. انشالله که جلسه مفیدی برتان واقع شده باشه و مباحثی را از این آموخته باشین. تا جلسه بعدی دیگر شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم. وقت همه بخیر.